منتها نکته این هست که در خدمت چه نظامی عمل میکنه و چطور عمل میکنه و در مورد مردم خودش مخصوصا چجور عمل میکنه. یک نقطه بسیار منفی که من فکر میکنم از سال 88 به بعد در سپاه وجود داره اینی که سپاه و بخش خارجی سپاه نیروهای حزب الله رو در سرکوب مردم به کار گرفتن و این چیزی نیست که قابل رد باشه و به نظرم این نقطه منفی هست. در مورد تعداد افراد نیروی قدس من اطلاعی ندارم و نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی فقط این رو میتونم بگم که این نهاد در هر کشوری مشابهش وجود داره و مورد نیاز هست، فقط میمونه که چطور در خدمت مردم باشه و آیا حکومت این رو در تقویت مردم به کار میگیره و آیا حکومت منتخبی هست که این نهاد رو نمایندگی میکنه یا نه یک حکومتی هست که غیر منتخبه داره مردم رو سرکوب میکنه و این نهاد رو که در گذشته در عرصه خارجی برای تقویت قدرت ملی به کار گرفته حالا خودش رو و نیروهای خارجی مرتبط با اون رو در سرکوب مردم به کار میگیره. من فکر میکنم این جایی بود که نیروی قدس اگر خودش رو کنار کشیده بود تا قبل از سال 88 از تحولات داخل ایران، ولی متاسفانه مثل کسانی که در مقابل مردم قرار گرفتن افراد این نیرو و نیروهای خارجی مرتبط با این نیرو از جمله حزب الله لبنان در سرکوب مردم شرکت داده شدن. آقای ابراهیمی، این 5 نفر مظنونی که متهم هستند به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، این چند نفر رو در واقع میتونید توضیح بدید چه افرادی هستن؟ مثلا آقای عبدالرضا شهلایی چه پیشینه‌ای داره؟ آقای عبدالرضا شهلایی که خب تا سال 80 ایشون فرمانده نیروهای جنوب بودن، یعنی حوزه کشورهای خلیج فارس مسئولیتش با آقای شهلایی بود و بعد از اون هم بعد از حوادث عراق ایشون به عنوان مسئول نیروی قدس در کشورهای حوزه عربی فعالیت میکنن و رد پای ایشون در بحرین در حتی در پرونده جاسوسای سپاه پاسداران در کویت هم دیده میشه و بعد از اون هم به طور مشخص مأموریت خودش رو در عراقشون پی میگیره و خب گفته میشه که یکی از بستگان نزدیک آقای ارباب سیر هم بوده. آقای شکوری چطور؟ من علی غلام شکوری. آقای شکوری هم همینطور، منتها اینها از افسران میانی نیروی قدس بودن. کسی که در این پرونده نامش مطرح شده و از فرماندهان ارشد بوده آقای شهلایی هستش. آقای شکوری و عبداللهی، افراد دیگه‌ای که عبداللهی که امروز شنیدم دولت کانادا هم ظاهراً مثل که ایشون اینها رو تحریم کرده، اینها از افسران میانی بودن. با توجه به اطلاعات جست‌وگریخته‌ای که من داشتم احساس می‌کنم که این داستان، علارغمی که حالا خیلی‌ها ادعا دارن که این داستان داستان هالیوودیه، این داستان خیلی افسانه‌ایه، ولی اگه ما بیایم اینا رو در یک کاتگوری قرار بدیم می‌بینیم که شیوه خیلی آشناییه. آقای شهلایی رفته اعلام کرده که حالا ما یک فردی رو داریم در کشور آمریکا زندگی میکنه و میتونیم بهش یک مأموریتی بدیم و این انجام شده. حالا عنوان میشه که آقای ارباب سیر تریاکی بوده، دارای خلاف بوده. من میخوام ببینم میگه افراد دیگه، میگه آقای کاظم دارابی فرد سله علایی بوده، ایشون هم دارای فساد اخلاقی بودن در آلمان، در یک مقطعی اومدن از میکونوس درش استفاده کردن. اینکه عنوان میشه حالا این فرد سابق دار بوده، من احساس میکنم همواره نیروی قدس از کسانی استفاده میکنه که سابق دار بودن و هیچ کدومشون هم بخوایم نگاه بکنیم در مسائل در مأموریت خارجه از کشور همچین فرد سله علایی نیستن به قول معروف. این شیوه خیلی آشناییه ده. که جمهوری اسلامی انجام بده. با توجه به اینکه حالا خیلی تعجب میکنن که چرا این بار نیروی قدس اومده به جای اینکه در پرونده های گذشته در تواریخ گذشته میبینیم که از نیروهای حزب الله یا حماس استفاده میکنه، چرا این بار به سمت گنگ های باند های مکزیکی رفته؟ من احساس میکنم که با توجه به اختلافات روزافزونی که از نظر ایدئولوژیک و سازمانی جمهوری اسلامی داره با حماس پیدا میکنه و با توجه به مسائلی که امروز حزب الله و جمهوری اسلامی هم دارن، این که به سمت نیروهای جدیدی رفتن، مزدورهای جدیدی بخوان پیدا بکنن، خیلی آشناست. و این را باید در نظر داشته باشیم که این بار دیگه بحث میکونوس یا بحث اتفاقات دیگه ای نبوده که بتونه نیروهای حزب الله و نیروهای عرب بتونن در اروپا خوب کار کنن، بحث آمریکا بوده و عقل سلیم حکم میکنه که از این نیروهای مکزیکی استفاده بکنن اگر بخوان یک همچین عملیاتی داشته باشن. اگر اجازه بدید بخشی از گفته های صحبت های آقای قاسم سلیمانی رو داریم که در دورانی که ایشون در جبهه هست و تاکید میکنه برای اینکه امیدواره که ملت ایران سرافکنده نشه، بشنویم بخشی از صحبت‌های
که قاسم سلیمانی فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران رو در دورانی که ایشون در جبهه بوده. مردم، خدا میداند آخرین گفتار و دعای همه بسیجی های مظلوم و همه پا برهنه ها و همه مستضعفین جبهه ها و همه گردن کج ها در پیشگاه خدا این بود: خدایا نیار اون روزی که ما ببینیم ملتمون سرافکنده است. بخش دیگری از صحبت‌های آقای سلیمانی رو دوست دارم گوش بکنیم. آقای ویسی، قبل از اینکه من پرسشی با شما در میون بذارم، ایشون اشاره میکنه در این صحبت‌هاش به مسئله شکل دادن لشکر سارالله و سپاه هفتم و نقش کرمانی‌ها. مردم کرمان در شگیری و بارور شدن و رشد تیپ سارالله و لشکر سارالله شدن و سپاه هفتم شدن اون با اون کلان الحمدلله به عنوان یک سازمان دفاعی نظام جمهوری اسلامی باقی مونده، نقش اصلی و محوری و اساسی داشت. آقای ویسی، آقای سلیمانی چگونه شخصیتی است؟ این پرسشی که ما مطرح کردیم، بعضی ها نوشته بودن مدت هاست که ایشون مرد شماره دو رژیم بعد از آیت الله خامنه ای. ببینید، این اصلا این فرض که مرد شماره دوی در جمهوری اسلامی وجود داره مفروض اشتباهی است. کسانی که ساختار قدرت رو در ایران به درستی بشناسن میدونن که آیت الله خامنه ای در هر حوزه ای یک نفر رو تعریف کرده که اون فرد هم نفر دوم نیست، فقط کسی است که از طرف آیت الله خامنه ای اون حوزه رو اداره میکنه و کارهاشو انجام میده. کما اینکه در سپاه فرض بکنید ایش آقای سلیمانی فرمانده نیروی قدس هست، آقای خامنه ای کار اقتصادیشو با یک نفر دیگه انجام میده، با آقای مخبر در ستاد فرمان اجرایی، کارهای حوزهش رو با آقای مروی انجام میده، کارهای استراتژیک سیاسیشو با اسقر حجازی انجام میده، کارهای اجرایی بیتشو با آقای وحید انجام میده، کارهای انتخابات رو با آقای جنتی انجام میده. این شیوه آقای خامنه ای هست و اصولا نفر دوم قدرتمندی در ایران بعد از آیت الله خامنه ای وجود نداره و اگر هم اون فرد باشه مشتبه خامنه ای هست که بعد از رهبری بیشترین قدرت رو داره. اما در مورد آقای سلیمانی، طبق اطلاعاتی که در همه جا منتشر شده، ایشون از طرف حتی رقباش هم به عنوان یک و دشمنانش در خارج از کشور به عنوان یک آدم باهوش، با استراتژی و صاحب اندیشه مطرح شده. در بین نیروهای سپاه هم تا اونجایی که من میدونم و سوابقش رو میدونم آدم محبوبی هست. در چارچوب سپاه و در بین نیروهای سپاه نیروی خوشفکری تلقی میشه، بسیار باهوش هست و بسیار استراتژیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه ای بیش از هر چیزی. این چیزی است که در درون ایران و محافل ایران درباره‌اش شنیده میشه و گفته میشه و من خلاف این رو و ابطال این رو ندیدم. ایشون فردی هست که به شدت هم مورد اعتماد آیت الله خامنه ای هست. ضمن اینی که در اخباری که منتشر میشه گوشه و کنار در دنیا، در امور عراق، افغانستان و امریکایی ها در منطقه هم به عنوان یک نیروی جدی و فردی که میتونه طرف مذاکره و طرف تعامل باشه روش حساب میشه. آقای ویسی، تحلیل شما رو بشنویم در مورد این ایده که آیا تسویه حساب داخلی در ایران در جریان هست که منجر به افشای این خبر توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن شده. آیا مشکل از داخل ایرانه؟ واش این سفر آقای صالحی به عربستان به نظر میاد سفر غیر قابل پیش بینی بود، بسیار فکر نمی‌کردن ایشون در این مقطع دست به چنین حرکتی بزنه. من معتقد نیستم که در عرصه خارجی قدرتی غیر از رهبری و سپاه وجود داشته باشه که بخواد جنگ قدرتی بین اونها وجود داشته باشه. در عرصه خارجی ما دو تا نهاد داریم، وزارت اطلاعات و سپاه، که کاملا در اختیار رهبری هستند. اگر مفروض کسانی که این اتهام علیه جمهوری اسلامی مطرح کردن این بوده که جمهوری اسلامی در این کار دست داشته، قطعاً بدون اجازه آیت الله خامنه ای چون این امری ممکن نیست. منتها اجازه بدید، سه تا فرض هست در این مورد: یک فرض که ایران متهمه و دخالت کرده، یک فرض اینه که این اطلاعات نادرسته که منتشر شده، و فرض سومی که من بهش اشاره میکنم. فرض اول اینه که ایران و جمهوری اسلامی توش دخالت داشته باشه. با فرض اینی که اگر ایران دخالت کرده باشه بدون اجازه آیت الله خامنه ای ممکن نیست، باید دید انگیزه آیت الله خامنه ای از این کار چی هست. من با توجه به که سیاست آیت الله خامنه ای رو میشناسم در مورد امریکا، ایشون سیاستش این هست که نه امریکا رو تحریک بکنه نه وا بده در مقابل امریکا. آقای خامنه ای معتقده
اگر امریکا رو تحریک بکنی جمهوری اسلامی رو میزنه، اگر در مقابل امریکا هم وابدی ایران رو میزنه. به نظر من آیت الله خامنه ای انگیزه ای نمیتونسته داشته باشه در مورد این کار، ولی این چیزی هست که فرض و مفروض است. اون طرف در درون امریکا بعضیا گفتن چیزی که مقامات امریکایی مطرح کردن ممکنه نادرست باشه. من این فرض رو هم نادرست میدونم و فکر میکنم در سال انتخابات امریکا دولت آقای اوباما و تمام شخصیت‌های درجه که امریکا که اومدن روی این مسئله اعلام کردن نمیتونه این دروغ باشه و حتما وجود داره چون این افرادی و دولت امریکا درست میگه که چون این افرادی مطرح هستن، نه بر اساس خبر، بر اساس تحلیل رفتاری دولت اوباما و مقامات امریکا، چون در سال انتخابات و در رسانه‌های آزاد امریکا و در دادگاه‌های امریکا که همه چی شفاف هست، هیچ دولت مردی نمیتونه بیاد یک سناریوی بازی مانند رو به دروغ بیاد اعلام بکنه، اونم در سال انتخابات. پس اگر آیت الله خامنه ای ممکنه انگیزه ای نداشته باشه و امریکایی هم درست میگن، چه فرض دیگه میتونه مطرح باشه؟ فرض سومی که بعضیا مطرح کردن این هست که ممکنه یک عامل سومی سوار شده باشه بر این دوتا نیروی اطلاعاتی ایران و کاری رو انجام داده باشه که هم دولت اوباما رو در موضع قرار بده، در موضع دشوار، و هم آیت الله خامنه ای رو. این سه تا فرضی هست که مطرح است و طبیعتاً ما چون اطلاعات نداریم هیچ کدوم از این سه فرض رو نمیتونیم بگیم درست یا نادرست، ولی سه تا فرضی بوده که من میتونم جمع‌بندی بکنم بسیاره. وجود داره. آقای ابراهیمی بشنویم نظر شما رو و این پرسش که آقای ارباب سیار وقتی که صحبت از این شد که اتهامات رو پذیرفته، گفتن ایشون تریاکی دائم الخمر و تحقیر کردن در شخصیتشون رو، بعد که ایشون در دادگاه دیروز رد کرد این اتهاماتو، تیتر اول ایرنا شده بود که ارباب سیار گفت من بیگناهم و یک آبروریزی به گفته اونها برای آمریکا درست کرد. شما چگونه میبینید مسئله رو؟ ببینید، اولا اون چیزی که متاسفانه برای ابتدای هم در رسانه‌های غربی و همچنان هم می‌بینیم در رسانه‌های داخل کشور داره روش میدون میده، آقای ارباب سیار به هیچ وجه قرار نبوده فرماندهی عملیات رو به عهده بگیره و یا کسی باشه که نقش کلیدی رو در این عملیات داره. ارباب سیار فقط و فقط یک پل ارتباطی بین نیروی قدس سپاه پاسداران و کسانی که قرار بوده عملیات رو به صورت میدانی انجام بدن در مکزیک، نیروهای مکزیکی، ایشون به نوعی میشود گفت دلال یا پل ارتباطی این قضیه بوده. حالا این دلال عرق خورد بوده، مشروب تریاکی بوده، افراد فردی بوده که کلید ماشینش رو تون تون گم می‌کرده، به هیچ وجه اینها همش هیچ کدومش دلیلی نمیشه. آقای عباسی در روز اول دادگاه اتهامات خودش رو قبول میکنه و امروز هم اتهامات خودش رو کتمان کرده و گفته که من از اتهامات خودم دفاع میکنم و اینها رو قبول نمی‌کنم، که احساس می‌کنم برای خودش کار رو سخت‌تر و دشوارتر کرد. شما فکر می‌کنید این پروژه در واقع بدون موافقت آیت الله خامنه‌ای قابل اجرا بوده؟ اصلا محاله، یعنی نمیشود تصور کرد. وقتی که ما میبینیم آقای خامنه‌ای بر روی ریزترین عملیات‌های نیروی قدس در کشور عراق داره نظارت میکنه، در کشور افغانستان نگاه میکنه، چگونه میتونیم به خودمون اجازه بدیم که همچین عملیاتی با این ابعاد و با این بازتاب جهانی که میتونه داشته باشه در آمریکا بیاد انجام بشه و آقای خامنه‌ای بی اطلاع باشه و دخالت نکنه؟ آقای خامنه‌ای که حتی نظارت بر یک بستنی فروشی رو در برج میلاد تهران داره انجام میده و نامه میده که آقا این بستنی طلایی رو نفروشید، آیا میشود تصور کرد که یک عملیاتی نیروی قدس سپاه قرار باشه در آمریکا انجام بده و ایشون مطلع نباشه ازش؟ من احساس میکنم نه تنها مطلع بوده، بلکه فیس تو فیس و گام تا گام این عملیات رو ایشون اگر نگیم مدیریت و هدایت میکرده مطلع بوده و آقای سلیمانی حتما به اطلاع ایشون میرسونده. سپاسگزارم از شما آقای امیر فرشاد ابراهیمی در برلین. آقای مراد ویسی از شما هم تشکر میکنم در پراگ. از هر دو شما سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه افق. مهمانهای فردای افق رو بگم معرفی بکنم، آقای علی اصغر رمضانپور و آقای رضا علیجانی هستن. موضوع برنامه فردا نقش کیهان تحت مدیریت حسین شریعت‌مداری. اما مهمان ویژه برنامه پارازیت خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هستن.